کابل پایتخت افغانستان امروز شاهد 4 انفجار بود. 4 انفجار در کمتر از یک ساعت در ورودی و نزدیکی بیمارستان نظامی سردار داوود در منطقه وزیر اکبرخان رخ داده. هنوز از شمار دقیق کشته ها و زخمی ها خبری منتشر نشده، اما احتمال می رود این انفجار ده ها کشته و زخمی داشته باشد. آمبولانس ها همچنان در حال خروج از محل درگیری هستند و نیروهای بیشتری از طالبان به محل انفجار اعزام شدند. والا مجھے انتوری شده که من داخل موترم شیشتگی بودم، مجھے انتوری شده که کشته و زخمی هم بود یا نه؟ کشته و زخمی هم بود بله. آره. شما که سالمی؟ بله سالم، یک زنه گنگس هستم. آه گیج هستی؟ آره. خب انشالله بهتر میشه. خب همکارمون آقای یزدانی از کابل با ماست. آقای یزدانی سلام بر شما. از آخرین اوضاع این انفجار، آخرین خبرها و اطلاع تکمیلی لطفاً به ما بگید. اوضاع مقابل بیمارستان الان به چه شکلی هست؟ آیا درگیری در داخل بیمارستان ادامه داره؟ این انفجار چه تعداد کشته و زخمی داشته و آیا گروهی مسئولیت انفجار رو به عهده گرفته؟ بله همکار گرامی، خدمت شما و بینندگان عزیز، در حدود سه ساعت قبل که تحصیل سرقه اون طرفتر بیمارستان نظامی و درگرخان وارد بیمارستان شدند. خب ساعت‌ها طالبان با این دو مهاجم درگیر بودند. در ارتباط با تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها هم آمار متناقض هست، اما تا الان گفته میشه که حدود 60 نفر کشته و زخمی شدند که در این بین 20 نفر جانشون از دست دادند. بیمارستان نظامی وزیر اکبرخان در منطقه دیپلمات نشین در سردار داوود خان در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبرخان بیمارستان نظامی بود، یعنی هم نظامیان دولت سابق افغانستان بودند و هم زخمی های طالبان بودند. در الان هم دقایقی قبل گفته شد که در واقع با کشته شدن دو مهاجم درگیری به پایان رسیده و در ارتباط با عاملین هم که هنوز کسی حدودی مسئولیت رو بر عهده نگرفته و طالبان هم جزئیات بیشتری در ارتباط با این انفجار ندادند و الان در واقع من انواع مختلف بالگردهای نظامی رو میبینم که برای افغان در واقع معلوم در واقعی هستش که پس از خروج نظامیان آمریکایی نشانگر آمریکایی از افغانستان الان بر فراز جایی که ما الان هستیم و در واقع دقایق قبل در اونجا درگیری بود پرواز درآمده. ممنونم آقای یزدانی، خبرنگار صدا و سیما در کابل.